درود به همه عزیزان، بسیار خوش اومدید. مرسی که روی این ویدیو کلیک کردید و وارد چنل خودتون شدید. اینجا 7MM و من مهدی هستم. خیلی چاکریم، خیلی خوش اومدید. آرزوی بهترینا و سلامتی براتون دارم. بچه ها امروز اومدیم با شما با یک ویدیو از قمندان شفی هزاره که به شفی دیوانه معروف است، یعنی لقبشه. قراره با همدیگه بپردازیم اول زندگی نامشو و اینکه چرا اسم دیوانه، لقب دیوانه برای خود گذاشته، خودش برای خودش لقب دیوانه رو انتخاب کرده. قراره در این ویدیو بهش بپردازیم و اینکه چطوری دشمنانش او را به قتل رساندن. ویدیو یه ذره طولانیه، سعی میکنم در طول ویدیو کمتر صحبت کنم. با همدیگه گوش بدیم ببینیم اصل قضیه چیه. بریم با همدیگه ببینیم. لینک اصلی هم داخل توضیحات میذارم. Let's go. شفیع حماسه سازی را نه به ارث برده بود و نه جایگاهش را یک شبه به دست آورده بود. محمد شفیع در حدود سال 1343 در چندابل کابل چشم به جهان گشود. شفیع تعلیمات ابتدایی را تا صنف ششم در مکتب پارسا در زادگاه خودش و صنف ششم تا دوازدهم را در لیسه انصاری با درجه عالی به اتمام رساند و فارغ التحصیل گردید. او در دانشگاه پلی‌تکنیک کابل نیز درس خواند. بله. اشاره کردم شفیع یک شبه شفیع نشد. او 100% هیچ انسانی یک شبه به اون شخصیت اصلیش، اون چیزی که مردم میبیننش نمیرسه. سالها تلاش و تلاش و تلاش، سالها زحمت کشید، تلاش کرد، خون دل خورد تا به اون جایگاه رسید. همزمان با اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی، سقوط دولت نجیب الله و آغاز جنگ های داخلی افغانستان، فرمانده شفیع به زادگاه اجدادی خود در دره ترکمن رفت و در جنبش مقاومت مردم هزاره از فرماندهان ارشد در حزب وحدت شد. بله. او یک نیروی منسجم ساخت که پایه های استبداد را به لرزه در آورد. حتما دوستان و مخاطبان گرامی ما که عمرشان بالای 35 سال یا 40 سال هست، نام غند دوم پیاده حزب وحدت را شنیدن. من نشنیدم. این همان نیروی مسلکی و دست پرورده شفیع هزاره هست. آفرین. برای خودش تدابیری دیده، اون فکری، اون ذهنیتی که داشته، اون چیزهایی که دیده، خب مشخصا انسان بزرگی بوده و جماعتی میشناختنش که روش حساب میکردن و از فکرش استفاده کرده. از دید برخ شفیع با این تخلص به همه فهمان که واقعا دیوانه است و وضعیت روحی و روانی مناسب ندارد. اما بزرگان ما چی خوب میگوید؟ قبل از آن که راه رفتن کس را قضاوت کنید، کفشهایش را بپوشید و کمی راه بروید. مخاطبان عزیز، من نمیخوام در مقام مدافع شفیع دیوانه ظاهر شوم، چون شاید در آن حدی نباشم، اما میخواهم جواب خود شفیع را برای شما به خوانش بگیرم. هیچ کی نمیتونه خودش رو به جای یه نفر دیگه قالب کنه، به جاش صحبت کنه، ولی میتونه کفشاشو بپوشه، اون راهو بره، بعد بیاد بگه آره حق داره. که سالها قبل و در زمان حیاتش بدان جواب داده بود، چون در آن زمان نیز خیلی ها سوال کرده بودند که چرا آقای شفیع نامت را دیوانه میمانی. او روزی گفته بود که مرا مرگ بیگانگان غرب کابل دیوانه کرده است. آخ. من مرگ جانگداز همسنگرانم را دیدم که چطور هدف راکت های کور دشمنان قرار گرفته و تکه تکه شدند. من هر روز ناله و فریاد بیوه زنان و مردان سال خورده را میشنوم که برایم در سنگر نان می آورند و مرا می بوسند و گریه کنان و ناله کنان شکایت می کنند که چطور منزلشان هدف گلوله های دشمن قرار گرفتند و فرزندانشان طعمه عریق و یا گلوله های زهر آگیل دشمن شدند. نیروهای من روز صدها شهید را به قبرستان شهدا در غرب کابل انتقال می دهند و با دستان خود خیلی ها را دفن کردم و با دستان خودم بر کفنشان خاک ریختم و در حالی که همه عشق می ریختن آنان را دفن کردیم. شما نمیتونید از وجدانت فرار کنی، اون چیزی که داری میبینی، اون چیزی که تجربهش کردی ازش فرار کنی به هیچ عنوان. خیلی قشنگ داره توضیح میده از زبون شفیع عزیز. در چنین شرایطی من دیوانه نشوم، کی دیوانه شود؟ آنانی که در تهران و قم و یا پشاور و کویته چکر میزنن آنها دیوانه شوند؟ و یا آنانی که مزدور زر و زور هستند و خانواده هایشان در کشورهای بیرون چکر میزنند و یا کسانی که تحت نام های گوناگون برای منافع
کشورهای بیرونی آتش جنگ در کشور را دامن میزنن و این گونه بر مردم بیگناه گلوله شلیک میکنن. اینها بسیار کسی و سیاستمدار فوق العاده کثیفی هستن که فقط خودشون و اطرافیانشون رو میبینن و مردم بیخیال دزدی میکنن و مردم براشون بمیرن و خودشون در رفاه و همه چی. خیلی کثیفه. من اگر دیوانه نشوم که شود؟ آنان که سالی میلیون ها دلار شدن و پشت میزهای لوکس سنجی میکنن چی غمی دارد که دیوانه شوند؟ چه غمی دارد؟ در جای دیگری گفته بود اگر میخواهید که از من در تاریخ چیزی بماند همین قدر بنویسید که من برای خود نجنگیدم و من انسان بودم، آن هم انسان سخت عاطفی. بگویید که با قانون ظالمانه در کشور من هر شفه باید دیوانه باشد نه دیگران. خیلی قانون. روزی خبرنگار از شفه پرسیده بود و مردم چی پیامی داری و از آنان چی میخوای آقای فرمانده شفه؟ در جواب گفته بود از مردم هیچ چیز نمیخواهم چون برای مردم هیچ چیزی ندادم که توانسته باشم از آنان چیزی بخواهم. من چه انسان دلپاکی. فرزندی از جامعه بودم که شخصیتم را جنگ ساخته است. با دفاع از مردم حداقل خواستم که این شخصیت را سالم بسازم. درود بر تو. درود بر تو شهید شفیع هزاره. خیلی 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 انسان بزرگ خوشقلبی بوده که واقعا با دیدن این صحنه ها هر کسی میتونه دیوانه بشه. در ادامه افشای تروری مرموز قمندان شفیع هزاره توسط بشیر بختیاری عکاس و فیلمساز. شفیع هزاره که به شفیع دیوانه نیز مشهور بود یکی از قماندانان مشهور حزب وحدت بر رهبری عبدالعلی مزاری بود. شهید مزاری. اما وی توسط چه کسانی و چرا از میان برداشته شد؟ به دلیل قدرت. بشیر بختیاری متن را تحت عنوان تکه‌ای از خاطرات من در صفحه فیسبوکش منتشر و دست به افشاگری عاملان ترور قماندان شفیع زده است. داره جالب میشه. ادامه این ویدیو متن خاطرات آقای بختیاری برای شما به خوانش گرفته می شود. مرسی. تکه‌ای از خاطرات من. سال 1375 سی اسد مرکز بامیان. مرکز بامیان. جشن بزرگ احیای هویت به پایان رسیده است. بامیان پر بود از مهمانانی که داشتند به دیار خویش برمی گشتند. شب منزل جنرال بهرامی آمر قطعه کشف حزب وحدت اسلامی افغانستان زیر بازار کهنه تعداد زیادی از دوستان جمعند. بله. ساعت ده شب قماندان شفیع نیز در جمع پیوست و تا ساعت پاسی از شب همه با هم گفتند و خندیدند. سی و یک اسد حوالی ده صبح چونه بامیان. سه تن اسیر طالبان تبادله شده بود و قرار بود صلیب سرخ آنان را از حزب وحدت تحویل گرفته و به اسلام آباد انتقال دهد. من برای ثبت تصویری این خبر رفته بودم میدان هوایی و در راه برگشت قماندان شفیع را دیدم. بله. شفیع، بختیاری صاحب یادتان است که برای من چی وعده شده بودی؟ من وعده شده بودم که نقاشی کلانی از تصویر عبدالخالق را برای شما آماده کنم ولی فعلا وسایلش موجود نیست. کوشش میکنم به زودی این نقاشی را آماده کرده برایتان رایی کنم. ساعت یک بعد از ظهر سی‌ویکی اسد منزل جنرال بهرامی نشسته بودیم. عنایت الله چنگیزی استاد کاراته نیز وارد شد. آقای چنگیزی کجا بودی؟ چنگیزی، من امروز مهمان قماندان شفیع بودم. قماندان شفیع ما را در هتل کتکلو کباب و شیر یخ داد. چنگیزی با تعجب گفت سالهاست شفیع را می شناسم. بچه سفره‌دار بوده، حواسش به همه چی بوده که هیچ ازش ناراضی نباشه. ببینید هیچ خرجی نداره. شما وقتی یه نفر رو مهمون میکنید مسلماً طرف برای خوردن که نیومده. حسن نیت بزرگیت و ذات پاکتو میرسونه. ولی امروز اولین باری بود که شفیع لباس سفید و نو پوشیده بود. شفیع وقتی به خودش میرسد خیلی زیبا و تماشایی میشود. همین جونم. ساعت 2:30 بعد از ظهر صدای فیر از اطراف خانه کریم خلیلی دبیرکل حزب وحدت شنیده می شود.
صدای فیر زیادتر می شود. صدای رگبار تفنگ، پیکا و گاهی صدای ضدی هوایی زیو به گوش می رسد. چند فیر توپ های نیمه سنگین از اطراف چونه شینتپه و سنگرهای بودا که مربوط قماندان علی داد می شد را هدف قرار داد. همه سراسیمه به سوی نامعلومی می دویدند. از سنگرهای بالای سر سلسال قماندان علی داد با فیرهای مستمر اطراف خانه خلیلی را کنترل نموده و همه تحرکات را با فیر زی او میخکوب می نماید. این بیرون نمان تا ساعت 4 عصر دوام داشت و آرامش بار دیگر به وادی بومیان عودت نمود. در همان بحبوحه خبری بعدی بین همه آرامش قبل طوفان مردم پیچیدن گرفت. خبر این بود: قماندان شفیع در مرکز یعنی خانه خلیلی کشته شده است. رفتم مرکز. اطراف خانه خلیلی تا چند صد متری برای تردد ممنوع شده بود. تنها مقربین درگاه خلیلی می توانستند وارد شوند. حاجی داوود، قماندان گارد مخصوص خلیلی و تعداد سرباز با موتر رفتند طرف سفارت ایران، اما از نیمه راه برگشتند. دو بار سید محمد سجادی را دیدم که سراسیمه با کلاشینکوف در دست از خانه خلیلی بیرون شده و با دوسه بادیگاردش دوباره برگشت داخل قلعه. ما برگشتیم به خوابگاه خش. یادم هست بامیان هیچ وقت تا این حد دلگیر و غمبار نشده بود. با مرگ شفه همه مرده بودند. گویا همه در تابوتی به نام بامیان روحی ابدیتند. بامیان تبدیل به وادی وحشت شده بود. جو متشنج شده بود، خیلی به هم ریخته بوده. یه سنگینی پر از غم، پر از ناامیدی بر اونجا سوار میشه و حس ناامیدی بین همه پخش میشه. خیلی لحظه بدیه تصور کنیم. ساعتی 8 شب، لیاقت علی امینی، سعادت غزنوی، جواد سلطانی و من در اتاق نشسته بودیم. همه ساکت و آدم مرده بودند. همه عصبی، هراسان و وحشت زده بودند. سلطانی با اعتراض به خلیلی و شیخ سعادت غزنوی با دفاع از خلیلی به مشت و لگد پرداختند. اما با وساطت ما جنجال ختم گردید. یکی سنبله سال 1375، ساعت 9 صبح، اعضای بخش فرهنگی حزب وحدت بر ریاست ناطقه کیو برای ملاقات خلیلی وارد مرکز یا منزل خلیلی گردیدند. خلیلی اینه. مهمان خانه 3/5 خلیلی پر از آدم بود. او در صدر مجلس از زیر چپن اطرافیانش را تماشا میکرد. همه نشستند. هیچ کسی به شمول خلیلی جرأت شکستن سکوت را نداشت. خلیلی هر وقتی که نگران، مضطرب یا عصبانی می شود، چشمان کوچکش داخل چوکات عینک همچون اقمار منظومه شمسی با سرعت شروع به چرخش می کند. و ما از چرخش چشمهای وی اوضاع را تیره تر یافتیم. بالاخره با سرفه خلیلی سکوت هم شکست. وی بعد از سرفه گفت: این پیش آمده که شما دیروز شاهدش بودید باید خیلی پیشترها اتفاق می افتاد. وی ادامه داد: حکمتیار صاحب امشب برایم تلفنی تماس گرفت و از ترور شفه خیلی ابراز خوشی میکرد و به عنوان یک موفقیت کلان به من تبریک گفت. حاجی آقای ولایتی، وزیر خارجه وقت ایران، هم با تماس تلفنی مرا مجاهد بزرگ خواند و تحسین کرد. پس هر کی ایران زنگ بزنه و تشکر کنه از هر چیزی، از هر کسی، نظام ایران زنگ بزنه، مسلماً چون نظام ایران فوق‌العاده کثیف، دروغ، بیشر، بی‌حیا، داعش از اونا بهترن. اینجوری براتون بگم. خلیلی در حالی که لرزشی از هیجان در لحنش هویدا بود میگفت: امشب عامر صاحب احمدشاه مسعود هم در این باره تلفن کرده بود، اما او به جای تقدیر خیلی ناراحت شده بود و می گفت که شما با کشتن شفه بازوی بزرگتر مقاومت را قطع کردید.
مسعود برای خلیلی گفته بود، در حالی که شفیع نامی‌ترین قماندان‌ها و سربازهای شورای نظار را کشته است، اما اگر من او را اسیر می‌کردم هرگز نمی‌کشتم. مغز بوده. دوم سنبله سال 1375، ساعت ده شب، منزل جنرال بهرامی. تعداد زیادی از دوستان از جمله جنرال آصف، جنرال نادر، علی بابا رسولی و تعداد دیگر با هم نشسته بودیم. آقای بهرامی مثل همیشه بی‌باکانه شروع به بیان واقعه سیویکی اسد نمود. چی گفت؟ فای درباره جزئیات ترور شفیع گفت: در کشتن شفیع که طراح این قتل دولت ایران است، سید هاشمی قماندان قلوردی حزب وحدت، سید اعلی رحمتی فعلا والی دایکندی، زکی والی بامیان، باز محمد جوهری بادیگارد خلیلی، جنرال فعلی در دولت افغانستان و خود خلیلی نقش عمده ای را داشتند. ای نظام ایران تو چقدر کثیفی. جنرال بهرامی ادامه داد: اصل کاره و مجری طرح در قتل شفیع سید محمد سجادی است. او همه دستورها را از سفارت ایران دریافت میکند. طرح این حادثه از خیلی وقتها قبل چیده شده بود تا اینکه در تاریخ سیویکی اسد به مرحله اجرا گذاشته شد. وقتی شفیع بدون محافظ وارد خانه خلیلی می شود، تنها یک میل میکاروف را با خود داشته است. دو موتر جیب و یک موتر سوروف از بادیگارد های شفیع بیرون دروازه در فاصله دورتر توقف می کنند. دور دور وایستادن. آن روز در بیرون دروازه حتی تفنگچه شفیع نیز از وی گرفته می شود، در حالی که قبلا هیچ قماندانی خلع سلاح نمی شده اند. دقیقا اینجا باید یعنی واضحه که وقتی وارد میشی و هیچ وقت خلع سلاح نمیشی و یا خلع سلاح میشی، 100% یک توطئه‌ای هست. وقتی شفیع از اولین دروازه وارد میشود، همه جا را خلوت مییابد. تنها سربازانی را میبینند که روی بام در سنگرهای خش در حال آماده باش دیده میشدند. مشکوک. و محضی که شفیع وارد دهلیز اول می شود، سید هاشمی کلاش را پشت گردن شفیع مانده و امر توقف می دهد. در همان حال باز محمد جوهری دستهایش را گرفته و با تکه دستهای وی را به پشتش می بندد. دکتر علی سکرتر خلیلی داد و فریاد کرده از شفیع دفاع می کند، اما توسط هاشمی با قنداق و سلی خاموش می شود. تمام. در همین حال خلیلی در حالی که میکاروف را در دست داشته است، با خشم و ناسزاگویی وارد معرکه میگردد. فوش دادن و داشتن. نقشه چنین بوده است: قماندان شفیع بی‌حراس استاده و به خلیلی میگوید: استاد، من نمیفهمم شما چی هدف دارید. من همینقدر میدانم که تا هنوز هیچ خیانتی از من سر نزده است که موجب این رفتار شما باشم. قدرت داشتی عزیزم، قدرت. هاشمی با ضربه قنداق تفنگ و پشت گردن شفیع زده و وی را وادار به سکوت می نماید. اما شفیع بار دیگر می ایستد و با هاشمی می گوید: هاشمی بچم، جواب این کارت را به زودی می گیری. در داخل نظام اسلامی شخصی که معتبر شود، شخصی که پیش مردم جایگاه خود را به دست بیاره، طرفدارهایی پیدا کنه، خود نظام اسلامی قتل عامش میکنن، نمیذارن بالاتر بره خودشون. در این حال خلیلی با فیر اولین مرمی به طرف شفیع او را به زمین میاندازد. دومین گلوله را هاشمی به سوی شفیع فیر میکند. سجادی و جوهری نیز در این عمل شریکند. با شنیدن صدای فیر در بیرون از مرکز، محافظین شفیع از توطئه آگاه شده و دست به شورش میزند. اما با فیرهای زیو از سنگرهای بالای سر مجسمه بودا مربوط قماندان علی داد، آنها را پراکنده میسازد. وای هوا از قم نقشه رو چیدن. شفیع در حالی که خون از زخمهای تنش جاری است به خلیلی میگوید: ببین خلیلی، من به عنوان یک بچه هزاره
مستحق مرگ از جانب تو نیستم. یادت باشد یک روز پشیمان میشوی. خلیلی کلاش را از دست جوهری گرفته و به سوی شفیع رگبار میکند. با صدای فیرهای خلیلی، صدای شفیع برای همیشه خاموش میشود. روحت شاد. ساعت 5 عصر، وقت تعدادی از اعضای شورای مرکزی به داخل راه میابند، با جنازه مواجه میگردند که بین کمپل کهنه و سفید رنگی پیچیده و پای دیواری انداخته شده است. چه بدرفتاری. ساعت 5:30 عصر، نماز جنازه شفیع توسط سعادت غزنوی و تعداد دیگر خوانده شده و در گوشه ای از قبرستان زیر بازار کهنه بامیان محقرانه دفن میگردد. چند روز بعد با اخذ اجازه، مزار شفیع توسط بزرگان دره ترکمن نبش گردیده و جنازه وی به دره ترکمن زادگاه وی انتقال داده می شود. وای وای، چه داستان غم انگیزی بود. مرد شجاع. اینو فقط میگم که در نظام های اسلامی که حرف از اسلام میزنن، در واقع اسلام و محافظه خودشون نگه میدارند و ازش سوء استفاده میکنن. دیگه دست برای همه رو شده، همه بهتر میدونن، همه اطلاعاتشون باز شده، همه ذهناشون باز شده و از واقعیت ها دیگه قشنگ خبر دارن. اینم از یک داستان از قمندان شفیع هزاره. امیدوارم که این اتفاقات کمتر پیش بیاد، اصلا پیش نیاد برای ما، کسی که انسان واقع بین خوش ذاته، این بلاها سرش نیاد. مرسی که تا اینجا با من همراه بودید. خیلی چکر. تا ویدیو بعد، بای بای.